برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثوال حسین علیه السلام از قصد خود برای برگزاری ماراتون دوچرخه سواران عید غدیر در بغداد پایتخت عراق خبر داد. بر همین اساس این مؤسسه با انتشار اطلاعیه‌ای از همه جوانانی که علاقه به شرکت در این ماراتون دوچرخه سواری دارند دعوت کرد که ضمن اعلام آمادگی در زمان و مکان معین شده حضور یابند. گفتنیست طبق برنامه ریزی صورت گرفته این ماراتون دوچرخه سواری در تاریخ جمعه 14 جولای 2023 برابر با 23 تیر ماه 1402 ساعت 6 عصر در منطقه بغداد جدید در خیابان المسبح برگزار خواهد شد. سازمان آمار مصر در گزارشی از افزایش نرخ تورم به رقم 36.8% در ماه ژوئن خبر داد. این میزان در مدت مشابه سال گذشته 14% بود. به گفته مرکز آمار مصر، قیمت گروه غلات و نان به صورت سالانه 58.9% و قیمت گروه گوشت و طیور 92.1% افزایش یافته است. قیمت گروه ماهی و غذاهای دریایی نیز 83.6% و قیمت گروه لبنیات، پنیر و تخم مرغ 67% افزایش یافته است. بر اساس داده‌های سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و سالانه بیش از 12 میلیون تن در سال واردات دارد، در حالی که سالانه مصرف داخلی آن تقریباً 23 میلیون تن است. باران‌های شدید در سراسر مناطق شمالی هند که منجر به لغزش زمین و جاری شدن سیلاب شده تا کنون جان دست کم 22 تن را گرفته است. رسانه‌های بین‌المللی روز دوشنبه 19 تیر گزارش دادند که این افراد در ایالت‌های هیماچال پرادش، اتراکند، اتراپرادش، جامو و کشمیر و پنجاب جان خود را از دست دادند. طبق گزارش‌ها باران‌های پی در پی شدید باعث بسته شدن جاده‌های شهر دهلی نو، پایتخت هند نیز شده است. مقام‌ها در ایالت‌های هیماچال پرادش و اتراکند به مردم دستور دادند که تا زمانی که ضرورت نباشد از خانه‌های خود بیرون نشوند. ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرده که شوکت میرزیایف با به دست آوردن حدود 87% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. رئیس این ستاد روز دوشنبه 19 تیر گفت که میرزیایف برای 7 سال دیگر ازبکستان را رهبری خواهد کرد. به گفته وی در این انتخابات 3 تن دیگر نیز کاندیدا بودند که هر کدام حدود 4% آرا را به دست آوردند. بر اساس گزارش ها در این انتخابات حدود 80% واجدین شرایط رای دهی شرکت کردند. ناظران بین المللی اما گفتند که این انتخابات آزاد نبوده و مخالفان نظام حاکم به رهبری شوکت میرزیایف اجازه حضور در آن را پیدا نکردند.